دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. این جلسه با هم دیگه میخوایم دومین مسئلهمون رو حل کنیم. حالا که با حل معادلات ریاضی و بیان مسائل به زبان ریاضی آشنا شدن جا داری، تبحرمون رو با حل یه مسئله دیگه امتحان بکنیم. مسئله‌ای که بهمون دادن اینه: جمع 3 تا عدد متوالی فرد برابر با 231 شده. از ما خواستن بزرگترین عدد فرد در این دسته رو حساب بکنیم. خب اول نگاه بکنیم ببینیم اعداد فرد متوالی با هم دیگه چه رابطه‌ای دارن. چرا میخوام این کار رو بکنم؟ چون ما اطلاعات اصلی که توی مسئلمون داریم این جمله است. اینه که جمع 3 عدد متوالی فرد برابر با 231 شده. و برای اینکه ما این مسئله رو حل بکنیم باید به زبان ریاضیات بیانش بکنیم. و برای اینکه به زبان ریاضیات باید بیان کنیم باید تک تک اجزاشو به زبان ریاضیات بیان کنیم. منم اولین کاری که کردم میخوام نگاه بکنم که ببینم 3 عدد متوالی فرد رو چجوری میشه به زبان ریاضیات نشون داد. خب بیاید به سری عدد فرد پشت سر هم نگاه بکنیم، مثل عدد 3, 5, 7. نگاه بکنید این عدد اختلافشون با هم دیگه 2 واحد است. عدد 3 اگه 2 واحد بهش اضافه کنی میشه عدد 5 و عدد 5 اگه 2 واحد بهش اضافه کنی میشه 7. اختلافشون 2 واحده چون اگه فقط 1 واحد به 3 اضافه کنید میشه عدد 4 که یک عدد زوجه. بنابراین برای به دست آوردن عدد فرد بعدی باید 2 واحد به عدد فرد اضافه کنید. اینجا 2 واحد باید به 3 اضافه کنید که 5 رو به دست بیاریم. باید 2 واحد به 7 اضافه به 5 اضافه بکنیم که 7 رو به دست بیاریم. پس میتونیم بگیم اختلاف 2 تا عدد فرد پشت سر هم 2 واحده. خب این چیزی که ما الان مرور کردیم به چه دردمون میخوره؟ به این دردمون میخوره که من الان میتونم 3 عدد متوالی فرد رو به زبان ریاضیات نمایش بدم. چجوری؟ من فرض میکنم که کوچکترین عدد فرد این دستمون ایکسه. من اینو با ایکس نشون میدم، کوچکترین عدد فرد. از اونجایی که دیدیم اختلاف 2 تا عدد فرد پشت سر هم برابر 2 واحده، پس عدد فرد بعدی x به اضافه 2. عدد فرد بعدی. و اگر به این x به اضافه 2 2 واحد دیگه اضافه بکنیم که برابر میشه با x به اضافه 4، برابر میشه با بزرگترین عدد فرد بین این 3 تا عدد. خب حالا این میشه که این شد نمایش ریاضی 3 تا عدد فرد متوالی. بذارید زیرشون هم خط بکشم. x، x به اضافه 2 و x به اضافه 4 تا عدد فرد متوالی. جملمون چه اطلاعات دیگه بهمون داده؟ بهمون گفته که جمع این 3 تا عدد فرد متوالی هم برابر 231. خب من جمعشون رو مینویسم. جمعشون یعنی x به اضافه x به اضافه 2 به اضافه x به اضافه 4 برابر شده با 231. خب حالا یه راهی وجود داره که من این عبارت رو ساده تر بنویسم، یه معادله ریاضی رو ساده تر بنویسم. بله، ما تو جلسات قبل یاد گرفتیم که من میتونم همه x ها رو با هم جمع کنم و همه اعداد ثابت هم با هم جمع بکنم. پس اینجا ما چند تا x داریم؟ 1, 2, 3. 3 تا x داریم به اضافه 2 تا عدد ثابت که یکی 2 و یکی 4 که مجموعشون میشه 6. پس ساده شده عبارتمون 3x به اضافه 6 میشه. 3x به اضافه 6 برابر شده با 231. خب حالا برای اینکه من یه بار دیگه ببینیم سوال ازمون چی خواسته. ازمون سوال خواسته بزرگترین عدد فرد این دسته رو محاسبه کنیم. من میگم من اگر x رو محاسبه بکنم بعد 4 تا بهش اضافه بکنم بزرگترین عدد فرد رو میتونم به دست بیارم. پس باید از این معادله اول x رو حساب کنم. برای اینکه اول x رو حساب بکنم یادتون باشه اولین قدمی که برمی‌داشتیم این بود که کاری بکنیم که در سمت چپ معادلمون فقط جملاتی بمونن که 3x که x دارن و این کار رو باید در شرایطی بکنیم که تعادل برقرار باشه. برای اینکه کاری بکنیم که فقط جمله 3x‌مون در طرف چپ باقی بمونه باید یه 6 ازش کم بکنیم و برای اینکه تعادلمون همچنان برقرار بمونه باید همین 6 از 231 هم کم بکنیم. خب حالا که یه 6 از دو طرف معادلمون کم کردیم حاصل معادلمون میشه چی؟ این مثبت 6 با این منفی 6 خنثی میشه، پس حاصل ما طرف چپمون میشه 3x
که برابر میشه با 231 منهای 6 که برابر میشه 231 منهای 6 برابر 225. حالا قدم بعدی که باید برداریم این قدم شماره 1ه. شماره 2 اینه که کاری بکنیم که فقط در حالت که تعادلمون همچنان تساویمون برقراره سمت چپ فقط x رو داشته باشیم. چه کار میتونیم بکنیم که سمت چپ فقط x رو داشته باشیم؟ اینه که x رو تقسیم بر 3 بکنیم. برای اینکه تعادلمون هم برقرار بمونه باید، یعنی تساویمون هم برقرار بمونه، باید چون 3x رو تقسیم بر 3 کردیم طرف دیگه تساویمون یعنی 225 رو هم تقسیم بر 3 3x تقسیم بر 3 برابر میشه با x و 225 تقسیم بر 3 زودتون سریع بگی چند میشه بچه ها؟ 225 تقسیم بر 3 درسته میشه 75. خب x برابر شد با 75. 75 چی بود بچه ها؟ x در واقع کوچکترین عدد فرد. اما فکر نکنید کار ما اینجا تموم شد. نه، چون سوال از ما بزرگترین عدد فرد می‌خواست. بزرگترین عدد فردمون چه رابطه‌ای با کوچکترین عدد فردمون داشت؟ 4 واحد بزرگتر بود. پس من اگر x رو به اضافه 4 بکنم که برابر میشه با 75 به اضافه 4 که میشه 79، بزرگترین عدد فردمون رو هم به دست میارم. حالا میخواید حساب بکنیم ببینیم درست محاسبه کردیم. برای اینکه حساب بکنیم درست محاسبه کردیم لازمه که 3 تا عدد فردمون رو با همدیگه جمع بکنیم و ببینیم آیا حاصل 231 میشه. برای اینکه 3 تا عدد فردمون رو با همدیگه جمع کنیم باید 3 تاشون رو داشته باشیم. ما الان کوچکترین و بزرگترین رو داریم. عدد وسطی هم باید حساب کنیم. عدد وسطی مقدارش چی بود؟ عدد فرد وسط x به اضافه 2. پس x به اضافه 2 هم من حساب میکنم که برابر با 75 به اضافه 2 که میشه 77. خب حالا من اگر این سه تا عدد 75، 77 و 79 رو با هم دیگه جمع بکنم که سه تا عدد فرد متوالی هم و حاصل برابر 231 بشه، من کارم رو درست انجام دادم. من محاسباتم درست بود. خب من میام این چک کردن رو این گوشه انجام میدم بچه. میگم که 75 به اضافه 77 به اضافه 79 چی میشه؟ 57 میشه 12، 12 و 9 میشه 21. یکش رو میذارم اینجا، دوش رو منتقل میکنم. 2 7 9 9 7 16، 16 و 7 میشه چی بچه ها؟ درسته 23. میبینیم یک علامته چک بزرگ من میذارم اینجا. چرا؟ چون دقیقاً حاصل سه تا عدد فرد متوالی که ما به دست آوردیم برابر شد با 231، چیزی که تو سوال به ما گفته بود. پس ما محاسباتمون رو درست انجام دادیم. مرسی که بچه‌ها تو این جلسه با من بودید. توی جلسات بعد می‌بینمتون. فعلاً خدا.